الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پروردگارا ما را به راه راست هدایت کن. پروردگارا در این مسیر دشوار و در این راه ناهموار تو یار و مددکار ما باش. پروردگارا از همه عالم گسستیم و تنها به تو پیوستیم، ما را در این مسیر صعیب و در این راه دشوار همراه باش و ما را در این طوفان حوادث در کشتی نوح محافظت فرما، که توی رحمان، که توی رحیم، که توی ارحم الراحمین. با عرض سلام و تقدیم بهترین ارادت ها حضور شما بینندگان ارجمند، به نام نامی حضرت حق و با درود حق به روان پاک اشرف انبیا محمد مصطفی این برنامه رو آغاز میکنیم. امروز 11 ماه سپتامبر سال 2020 ساعت 10:30 به وقت بامداد، به وقت غرب آمریکاست. این برنامه در ارتباط با آیات قرآن شریف و تشریح آیات بیان می شود و در این کار افتخاراً از مشارکت شما و معارفه شما عزیزان برخوردار هستیم. امید و آرزوی من این است که این برنامه مورد عنایت و مورد استفاده شما قرار بگیرد. من با همه مشکلاتی که در این راه وجود دارد، هم مشکلات مالی، هم مشکلات امنیتی، هم مبارزه با دشمنان، هم دسیسه های دشمنان دوست نما، امیدوار هستیم که بتوانیم که در میان این همه مخالفت و این همه سختی و تنگ دستی کار بتوانیم که نزد خدا با آبرو از این دنیا رخت بربندیم و امیدواریم که در مقابل روح بزرگان آلوده و
شرمگین نباشیم. امیدوارم که قادر بوده باشیم که در این عمر دو روزه و لحظه‌ای نسبت به عمر کائنات، قادر بوده باشیم که بخشی از وظایف خود رو انجام داده باشیم و بخشی از بدهی خود رو پرداخت کرده باشیم. با آنکه تعالیم قرآن آسان است، اما عمل کردن به قرآن آسان نیست. فهمیدن قرآن آسان است، پی بردن به دستورات قرآن آسان است، اما عمل کرده به دستورات قرآن اونقدر آسان نیست. و به خصوص در جامعه‌ای که انسان با مشکلات مواجه می شود و با جفای روزگار مواجه می شود، انجام دستورات قرآن و اکتساب رضایت خدا مشکلتر و مشکلتر می شود. به خصوص که شما در روشنگری و اتکای به عقل، اون مکتب عقل رو دنبال بکنید، طبعا با جامعه ای که عادت به ترک عقل کرده و با سنت های تقلیدی و دنبال روی های بدون تحقیق به آلودگی و به جهالت و به ترس از خدا کشیده شده، به وحشت از خدا کشیده شده و اعتقاد اونها با وحشت و خرافه های اونها با تقدس به هم ریخته و به هم آمیخته، در مقابل چنین حرکت هایی و چنین باورهایی اتکای به عقل کار بسیار سختی است و با دشواری همراه است. با همه اینها هنوز نفس می کشیم، هنوز برنامه ها با همه اشکالات و با همه خون دل ها انجام می شود و هنوز رابطه ما با شما به تعطیل نکشیده و هنوز هم ما نفس می کشیم، هم شما نفس می کشید، هم دوستان ما به فداکاری مشغول هستند و هم دشمنان ما به دشمنی ادامه می دهند. در قالب دوستی، در قالب معارفه، در بکار گرفتن قرآن به عنوان یک خنجر برای اینکه بر پشت دوستان فرو بیاورند و در قلب دوستان فرو بیاورند، به این مسیر دشوار ادامه می دهیم. امروز یکی از دوستان مطرح می کرد که در مقاله خوانده و استنباط اون شخص این بود که نویسنده علیه من مطلبی نوشته و من رو به عنوان دشمن قرآن معرفی کرده و از من به عنوان گرگ و درنده نام برده و منظور مولانا رو از گرگ درنده، حیوان درنده و نانجیبی مثل من شناخته و در واقع به شیوه آیت الله العظما خلخالی حکم قتل من رو صادر کرده. چون وقتی کسی گرگ درنده میشه و به جان گله خدا میفته، قاعدتا حکم این گرگ درنده این است که این گرگ باید پاره بشه، کشته بشه و از بین بره تا خلق و گله خلق و امت از دست او خلاص بشود. می گفت این بیننده که غیر مستقیم
اون شخص در فیسبوک خودش فتوای قتل شما رو داده و شما رو گرگ درنده به عالم اسلام معرفی کرده. صرف نظر از قباحت و زشتی این موضوع، جای تأسف است که افراد معارفه رو تبدیل به میدان جنگ و میدان تحقیر و میدان توهین و تهدید و کارهای خلاف دستور قرآن می کنند. و به نظر می رسه که عدم آشنایی با مفاهیم قرآن باعث چنین عکس العمل های شدید و غیر قابل قبولی می شود. گاهی از اوقات ما در زندگی روزمره اونقدر از مسیر اصلی خارج میشیم و اونقدر مطامع شخصی و آرزوهای فردی جلوی وظایف ما رو مسدود میکنه که خودمون رو فراموش میکنیم، مسئولیت هامون رو فراموش میکنیم و دانسته یا ندانسته مرتکب فجایعی میشیم که قابل بازگشت نیست و کار از دشمنی با یک نفر تجاوز میکنه و به تحریک احساسات یک جامعه ما دست درازی میکنیم. خاطرم هست که آقای خلخالی در محاکمه محاکمات اول انقلاب وقتی که از آقای هویدا نخست وزیر قبل از انقلاب، نخست وزیر زمان شاه، سوال کرد که گفته می شود که شما بهایی هستید و ایشان گفتند که من مسلمان هستم. دادستان و کمک دادستان سعی کرد که سوال دوم رو مطرح بکنه در مورد دین ایشان. آقای خلخالی، یکی از منحرفترین چهره های تاریخ و یکی از درنده ترین گرگ ها و حیوانات، جلوی دادستان رو گرفت و به دادستان گفت طبق قانون اسلام، قانون اسلام او، وقتی کسی اقرار به اسلام می کند از او نمی شود دیگه سوال کرد. جاسوسی و تجسس بعد از اقرار شفاهی کسی که من مسلمان هستم، مسلمانه. امروز ما میبینیم کسانی که به مراتب پستر و بیشرافتتر از آقای خلخالی هستند، کسانی که اقرار میکنند ما مسلمان هستیم، این افراد که پستر از خلخالی ها هستند اعلام میکنند که اینها دشمن قرآن هستند، اینها مسلمان نیستند و اینها گرگ درنده هستند. حال شما ببینید این افرادی که خود رو مسلمان معرفی میکنند و معلمین اسلام هستند و معرفت و محبت به ما میآموزند، اگر در مقام خلخالی قرار میگرفتند و اگر اون قدرت رو داشتند، با افرادی مانند من چه میکردند؟ همه این عوارضی که در جامعه به وجود می آید و همه این رفتار نامناسبی که از افراد سر می زند
نشانه عدم وجود تقوا در این افراد، یعنی این افراد بی تقوا و متظاهر به تقوا به علت نداشتن تقوا منحرف و بی اطلاع از قرآن ماندند و از موضوعات مقدس و عبادتگاه هایی که خدا امر به انجام آن داده، مثل معارفه. معارفه مهمترین بعد از انفاق شاید مهمترین عبادت باشد، یعنی بدون معارفه ما در یک زندگی بی تمدن بی ارتباط جنگلی به حیات ادامه میدیم. و موضوع معارفه موضوعی است که ما انسان‌ها رو به وظایف اجتماعی و انسانی خودمون آشنا می‌کنه و با این آشنایی ما قادر خواهیم بود که ایجاد تمدن و ایجاد وارستگی و ایجاد امنیت و ایجاد مودت و ایجاد ثروت و ایجاد صلح در جامعه و نهایتاً به عدالت اجتماعی برسیم. معارفه یکی از پایه‌های اساسی زندگی بشر است. ما اگر با کسی اختلاف نظر داریم، ما نه اجازه قضاوت داریم و نه اجازه تحمیل و اجحاف به دیگری رو داریم. شما یک تصوری دارید، یک برداشتی دارید از اسلام. باید شما دارای امنیت باشید، باید شما دارای حفظ حیات باشید از طرف دیگران و دیگران وظیفه حفظ حیات شما و شما حفظ حیات دیگران رو مد نظر قرار بدهید و افراد در امنیت و آزادی بتوانند که نظریات خود رو راجع به قرآن بیان کنند. و باید شخص در این آزادی امنیت داشته باشد که بعد نه متهم به گرگ درنده بشود، نه غیر مستقیم حکم مرگ او رو بدهند و نه به اعتبار او حمله کنند، به صلاحیت او حمله کنند، به خانواده او حمله کنند، مستقیم و غیر مستقیم. همه افراد باید آزاد باشند و باید امنیت داشته باشند که استنباط خودشون را از موضوعات مختلف من جمله قرآن بیان بکنند. و تنها مسئولیتی که من فکر میکنم در معارفه ما دارا هستیم این است که اگر کسی از ما سوال کرد که منطق این اندیشه و تفکر شما چیست، ما قادر باشیم که بتوانیم که پاسخگو باشیم به اونها و پاسخ بدهیم که به این دلیل، به این دلیل ما این گونه فکر میکنیم، تمام میشه. یعنی بحث و گفتگو به همینجا تمام میشه. چرا شما فکر میکنید که این عملی که اتفاق افتاده، هر کس انجام داده، این عملی که اتفاق افتاده چرا فکر میکنید که این عمل جنایت است؟ چون این عمل رو یک پیغمبر انجام داده. شما میگویید حالا پیغمبر انجام داده یا هر کس دیگری انجام داده، من بر اساس این لغت معنی قرآن، بر اساس این دیکشنری قرآن، بر مبنای این مفهوم بلا تردیدی که در قرآن وجود داره، قرآن میگه من کتاب سوء تفاهم نیستم، من کتاب شک و تردید نیستم، من کتابی هستم که تدقیق میکنه مطالب رو و هر واژه‌ای و هر موضوعی به روشنی و وضوح در قرآن بیان شده، من جمله جنایت در قرآن معنی شده، فعل جنایی در قرآن تعریف شده، توطئه در قرآن تعریف شده، غیبت در قرآن کاملا تشریح شده، تفهیم شده، تهمت،
افترا تمام این جرم ها و تمام این جنایت ها یک به یک در قرآن مفهومش بیان شده، تفهیم شده، تدریس شده. یعنی ما تردید نداریم وقتی که قرآن میگوید افترا، معنی افترا چیه؟ قرآن خودش معنی افترا رو گفته، معنی غیبت رو گفته، معنی دزدی رو گفته، معنی اتهام به دزدی رو گفته. اینها همه در قرآن روشن شده به صورت دقیق. بنابراین در اون مورد ما نباید دچار اختلاف بشیم که آقا این فعل دزدیه یا دزدی نیست. اصلا جای شک و تردید هم نیست، مگر کسی قرآن رو قبول نداشته باشد. و الا اگر کسی قرآن رو قبول داشته باشد، یک فعلی که در قرآن نوشته است که دزدی عبارت است از تصاحب مال غیر بدون اجازه او و بدون خبر او یا بدون اجازه او. خب وقتی که ما این مفهوم را از قرآن داریم، بعد ملاحظه می کنیم که در جای قرآن می نویسد این شخص اموال این شخص رو بدون اطلاع و بدون اجازه و بدون موافقت این شخص تصاحب کرده. خب ما اون مفهوم رو با این عمل در مقابل هم قرار می دیم، استنتاج می کنیم که این عملی که توسط این فاعل انجام شده، توسط این عامل انجام شده، بر اساس این تعریف قرآنی این عمل دزدی نام دارد. همین، تمام شد. حالا چرا دزدی کرده؟ قرار بوده دزدی بکنه یا نه؟ دزدی او جنبه انتقام داشته، جنبه تدریس داشته، جنبه مثال داشته، جنبه التزام داشته، جنبه اضطرار داشته. همه اینها فرق بر قضیه است. اینها مراحل بعدی است که ما این عمل رو توجیه میکنیم، تبرئه میکنیم یا نمیکنیم. ما در مرحله تشخیص برچسبی که روی عمل یه نفر باید گذاشت. شما آمدید خانه من، اساس منزل من رو بردید بدون اجازه من. خب اسم این عمل چیست؟ اسم این عمل سرقت است. حال شما می توانید بگویید که این مال مال خود اون شخص بوده، آمده دنبالش دریافت کرده، این مال رو در اضطرار برده چون صیانت ذات می کرده. دلایل شما برای تبرئه خودتون از انجام جنایت یک بحث دیگری است. این فعلی که انجام دادید یک نامی داره، نام این فعل رو نمیتونید شما عوض بکنید. اگر خود خدا همین فعل رو انجام داده باشه، نام فعل عوض نمیشه. میگن این خدا طبق این قانون، همین خدا، این فعلی که انجام داده این نام رو داره، این عنوان رو داره. ما نمیتوانیم که عنوان افعال و اعمالی رو که قرآن تعریف کرده خلاف تعریف خدا حکم کنیم. حالا اگه دلمون خواست میتوانیم این کار رو بکنیم. میتوانیم هم وقتی از ما میپرسن توضیح بده، توضیح بدهیم یا توضیح ندهیم. همه اینها ما در امنیت هستیم که همه این کارها رو بکنیم. ولی مردم دارن ما رو نگاه میکنن. اعتبار ما از بین میره وقتی جواب نمیدیم. وقتی جواب میدیم ممکنه که نظریه ما پذیرفته بشه. این عکس العمل ها و این نتایج هست البته. ولی معارفه یعنی شخص آزاد باشد اندیشه های درونی مغز خودش رو به زبان آشکار بیان بکنه. یعنی اون چه که در مکنونات ما میگذرد از برخورد و از استنباط یک آیه قرآن، ما باید مجاز باشیم که او رو بیان بکنیم. دیگری اجازه ندارد که ما رو گرگ درنده معرفی بکند، ما رو دروغگو معرفی بکند، ما رو خودشیفته معرفی بکند، ما رو دشمن اسلام معرفی بکند، ما رو محارب با خدا
ما رو ناحق، ما رو نامسلمان و این عناوین رو روی ما مصرف بکنند و کار ما رو فریبکار اعلام بکنند و بگویند اینها فریبکار هستند. ملاحظه میکنید اینها ایجاد عدم امنیت در آزادی بیانه. وقتی شما آزادی بیان دارید، من هم آزادی بیان دارم، همون قدری که من میتوانم حرف بزنم شما میتوانید حرف بزنید. این فیسبوک در اختیار شماست، هر کسی میتواند یک حساب فیسبوک باز بکند و ساعتها در اون صحبت بکند و ساعتها در اون چیز بنویسد. چه مانعی دارید شما که نظریات و اندیشه های خودتون رو بیان نمی کنید؟ شما وقتی اندیشه خودتون رو بیان بکنید و اندیشه شما با اندیشه من تفاوت داشته باشه، خود به خود اندیشه شما شنیده میشه، اندیشه من هم شنیده میشه و واگذار کنیم به مردم که هر گونه که میخواهند قضاوت بکنند. اگر میخواهیم امر خدا را اطاعت بکنیم و الا اگر جز این عمل بکنیم و امنیت هم رو سلب بکنیم، اعتبار هم رو سلب بکنیم، اعتبار ما ممکنه سلب بشه به وسیله مردم، ولی من و شما عقاید خودمون رو بیان میکنیم بدون اینکه به هم بی احترامی کنیم، بدون اینکه به هم توهین کنیم، بدون اینکه امنیت هم رو زیر پا بگذاریم. و اگر جز این عمل می شود و مطالب به نحو دیگری پیش می رود، ممکن است که ما احتمالا اینطور هم هست حق و ناس کرده باشیم و ممکن است که نزد خدای بزرگ دارای مسئولیت باشیم و اگر اون طرف که خسارت اجتماعی یا خسارت اعتباری دیده از حمله ما، از توهین ما، از اتهام ما، از جسارت‌های ما، ممکن است که نزد خدا برای ما اعلام جرم بکند و به اون قاضی بزرگ پناه ببرد و از ما شکایت بکند و حق خودش رو بخواهد. و اون وقت برای من که معتقد به خدا هستم و معتقد به عدالت از سوی خدا هستم، شما توسط خداوند بزرگ مورد تنبیه قرار خواهید گرفت. اما در این حال چون اظهار عقیده شده درباره سوره یوسف و اظهار عقیده به گمان من درست نبوده، ما دو مرتبه اظهار عقیده خودمون رو بازگو میکنیم و نظر خودمون رو بازگو میکنیم که من از قرآن چنین استنباط میکنم، شما هم هر نوع استنباط میکنید، استنباط شما برای شما محترمه و مردم میتوانند که استنباط شما رو بشنوند و استفاده بکنند و بهره ببرند. ولی قبل از اینکه این کار رو بکنیم، در این روزی که نزدیک به 14 ساعت است که بدون خواب و بدون آسایش با این دستگاه ها با دوستان خودمون کشتی میگیریم و سرکله میزنیم تا بالاخره توانستی که این صدای آزاد و صدای زنده، بسیار زنده، بعد از 14 ساعت بیخوابی و مرارت و خماراز شدن و ده ها بار یک سیستم رو به هم ریختن و دو مرتبه بنا کردن، باز همین صدای آزاد، هم صدای آزاد من هم صدای آزاد دیگری به گوش شما برسه و از پریشانی من، نه پریشانی روحی، پریشانی ظاهری و جسمی و خستگی مفرط از حضور شما پوزش میخواهم. دلم میخواد که وقتی که به زیارت شما میام
شرایط ظاهری و باطنی بهتری داشته باشه. ولی این راه دشوار است و ما به این راه دشوار ادامه میدیم. من بعد از معارفه امروز، معمولا من معارفه نمی کنم اول برنامه، ولی امروز به علت unusual بودن و غیر طبیعی بودن برنامه با شما معارفه هم می کنم و پوزش می خوام از اینکه امروز تأخیر زیاد داشتیم. دستگاه ها هر روز بیشتر از روز پیش اذیت می کنند. یک کمی از نظر مالی، خیلی نه، یک کمی عقب هستیم. انشالله اون هم درمان میشه، جبران میشه. و اشکالش این است که این دستگاه هایی که ما داریم نوسازی میکنیم یک پکیجه، یک بسته بندی، همه رو با هم باید بخریم. این دور نیست که یک قسمت شعارا بخریم، یک قسمت شعبت، همه سیستم بایستی که نو بشه. و بیشتر قسمت بودجهش هم تهیه شده، یه 2000-3000 دلاری کم داریم. اون هم هر روز ما میبینیم که یک مبلغی مردم به حساب میریزن و اضافه میشه. حالا مبلغش کمه، 10 دلار، 20 دلار، هر چه هست، داریم به طرف رفع کم بودجه میرسیم و انشاءالله که شرایط فراهم میشه. به این لحاظ هست که امروز فکر کردم که یک کمی ما وقت بگذاریم و یک کمی در این مورد هم خودم با شما بیشتر صحبت بکنم، ساده و بدون سانسور، و هم نظریات شما رو بشنوم. در ارتباط با این افراد یا این شخصی که از پشت خنجر میزند و توهین میکند و بی حرمتی میکند و سعی میکند که به قول مولوی که گفت در ره من شیشه مریض، در ره من شیشه بریزد، که من بر روی شیشه ها پا میگذارم و با پای خونین به این سفر ادامه میدم. خرد شیشه و تیغ و خار مغیلان در راه من منو متوقف نمی کنه. 70 ساله که با من این کار رو میکنن و 70 ساله که من مبارزه میکنم. حالا که چیز دیگه ای به عمر من نمانده، ولی اگه 70 سال دیگه هم زندگی میکردم، 7000 سال دیگه هم زندگی میکردم، همین بود. این راه رو من ادامه میدم. هنوز هم من معتقدم قرآن کانون دوستی است، قرآن جای دشمنی نیست، از قرآن برای دشمنی استفاده نکنید. غیر از این شخصی که حالا حکم قتل ما رو داده دیگه، گفته این آدم هایی که ذالک کدنا رو نمی فهمند، یعنی بنابراین نقشه ما این چنین است، بر این اساس نقشه ما، طرح ما، قانون ما، فرمان ما این چنین است. کسانی که این رو نمی فهمند که بنده باشم، اینها گرگ درنده هستند. یعنی من گرگ درندم و بر چوپان واجب است که این گرگ درنده رو بکشه بدون محاکمه و بدون اینکه ایشون اجازه قضاوت داشته باشن یا مقام قضاوت داشته باشن، حکم قتل این گرگ درنده رو دادن و هنوز هم خودشون رو مسلمان میدانند. اتاق فرمان به نظر میرسد که برنامه متوقف شده باشه. در یا لااقل در برای یک لحظه من مشاهده کردم که روی مانیتوری که من نگاه میکنم گفت که برنامه برای چند لحظه متوقف شد. اینطور نبوده. بسیار خوشحالم از اینکه برنامه ادامه داره و
ما با چنگ و دندان این برنامه رو نگه می‌داریم و ادامه می‌دیم. موضوع دیگری که قبل از اینکه من به گفتگوی شما برسم و میخوام شما اظهار نظر بکنید این است که اخیراً دو برنامه از جناب شفیع عیار که معروف حضور همه شما هستند، برنامه‌های تلویزیونی دارند، در سه سال پیش، سال 2017 فکر میکنم، سه جلسه یا بیشتر میهمان ما بودند، در استودیو تشریف داشتند، چند روز با هم برنامه مشترک داشتیم و راجع به مسائل بسیاری صحبت کردیم. دو موضوع رو ایشان اخیراً مطرح کردند. یک موضوع مربوط است به حضرت لوط که نظر ایشان این بوده که کسانی که قوم لوط وقتی که رسولان بر لوط حاضر میشن، قوم لوط حمله میکنند به خانه لوط و ایشان نظرشون این بوده است که حمله میکنند به خانه لوط برای تجاوز به لوط و قبلا هم به او تجاوز کرده بودند. من نظرم با نظر ایشان تفاوت میکنه. بر اساس فهم من از قرآن و اتکای به آیه های قرآن من فکر میکنم و نوشتم هم البته این مطالب رو و گفتم که به نظر من قوم لوط این حمله ای که میکنند به خانه لوط و تقاضایی که از لوط میکنند به مناسبت ورود رسولانی بوده که قرآن اشاره میکند به زیبایی ظاهر و جوان بودن اون رسولان که برای پیامی آمده بودند نزد حضرت لوط و قصد تجاوز به اونها رو داشتند و حضرت لوط اونها رو دعوت میکنه به اینکه با ازواج مطهر، در واقع میگوید دختران من اطهر هستند، یعنی پاک دامن هستند و برای نکاح با پاک دامن برای رفع نیازهای طبیعی خودتون اقدام بکنید، نه اینکه به دختران من تجاوز بکنید. و خود او در خطر نبوده، رسولان در خطر بودند و رسولان به او میگویند که نگران نباشد. این طور اختلافات نظری رو ما با آقای شفیع عیار داریم. در مورد این معارفه‌ای که به صورت غیر مستقیم انجام شده ایشان نظر دومی ندادند، پاسخ این معارفه رو ندادند البته، ولی شما شنیدید، هم نظر ایشان رو شنیدید هم نظر من رو شنیدید. هفته گذشته بعد از اینکه ما اطلاع پیدا کردیم که ارتباطات ایشان قطع شده، هم وبسایت ایشان قطع شده، هم عرض میکنم که فیسبوکشون قطع شده، هم یوتیوبشون قطع شده، گویا شکایتی شده علیه ایشان، اینها وارد اونها کارها من نمیخوام بشم چون کار من اون نیست، به من ارتباطی نداره، ولی من شنیدم و فهمیدم که اینطور شده. من به ایشان تلفن کردم و گفتم من چون به اعتقاد دارم به آزادی بیان، هر چه که باشه، مخالف یا موافق، حاضر هستم که وقت کافی در اختیار شما بگذارم که برنامه‌های تعطیل شده شما بتواند که زنده بشود و تا وقتی که شما دو مرتبه فیسبوک و یوتیوب و این چیزها رو باز کنید میتوانید که از انتشارات ما استفاده بکنید، رسانه ما استفاده بکنید. ایشان هم خیلی خوشحال شدن از این موضوع. بعد با تلویزیون زرین تماس گرفتن و با آقای وسیق و آقای وجوهات تماس گرفتن و بعد نتیجه کار این شد که به نظرم آمد که از اون طرف اشکالاتی بوده که نخواستند که مشارکت تلویزیون پیوند باشه
و به هر حال ایشان از این پیشنهاد ما استفاده نکردند، ولی این صحبت بود و هست که شاید یک شنبه میهمان من باشند و هم نظریاتشون رو بگویند و هم سوال جوابهای مختلف رو مطرح بکنیم. هنوز رد یا قبول نکردند. یک مرتبه هفته پیش قبول کردند، ولی کانفرمیشن یا تاییدیه هنوز برقرار نشده. شاید امروز یا شاید که همین امروز از اتاق فرمان با ایشان تماس بگیرند و ببینند که اگر روزی یک شنبه آمادگی دارند که با ایشان مصاحبه خواهیم داشت. در گفتگوی دومی که ایشان در تلویزیون زرین یا در فیسبوک داشتند، من خودم شخصا ندیدم، ولی از دوستان شنیدم که این بار گفتند که رسول اکرم، یعنی من تا این موقع نشنیده بودم که گفتند که رسول اکرم در یک شب با دو زن ازدواج کردند. دیشب آخر وقت بود که در بین همه این کارهای سیمکشی و استودیو رو به هم ریختن و دو مرتبه همه چیز رو دوراز کردن و یک کامپیوتر روشن میکنیم، باز دو مرتبه خاموش میکنیم، باز دو مرتبه روشن میکنیم، توی این اثنا یک قسمتی از صحبتهای ایشان رو شنیدم و هنوز کامل نگاه نکردم مطلب ایشان رو، و امروز صبح هم فقط همین فرصتی بود که سری شانه کنیم و شانه هم نکردیم و خدمت شما ظاهر بشه. ولی به نظرم میاد که اونقدری که شنیدم ایشان از قرآن نقل قول نمی کنند. فکر می کنم که ایشان از قول یک حدیث پردازی به نام جناب دکتر حسن ابراهیم و کتاب سیره رسول، سیرت الرسول یا سیرت النبی استفاده می کنند و در واقع از حدیث یاد می کنند. ولی گفتند ایشان که چون این افراد، یعنی هم کسی که کتاب سیره نبوی رو نوشته و هم آقای ابراهیم، حسن ابراهیم، و هم اینکه ابن اسحاق و هم بخاری، اینها چون آدم های مؤمن باورمند قابل اتکا و قابل اعتمادی هستند و بودند، نظریات ایشان رو پذیرفته و میگوید این آدم مؤمنی بوده که این حرف رو زده. اون وقت بعد گفته های کتاب ها رو در مورد رسول اکرم بیان میکنند، ولی شیوه بیانشون این است که به نظر میرسه که قبول کردند نظریه اون، چرا که طبعا و نوعا حدیث محسوب میشه، حالا چه ابن اسحاق گفته باشه، چه محمد بخاری گفته باشه، چه مجلسی گفته باشه، چه طبری گفته باشه، اینها همه نقل حدیثه، اینها همه روایته. و تا اونجایی که من با جناب شفیع عیار آشنای فکری داشتم و دارم، به نظرم میاد که ایشان جز به کسانی هستند که حدیث رو کاملا رد میکنند، مثل خود من. ولی این بار به نظر میرسه که به حدیث تکیه کردند. این تعارض باورمندی و اعتقاد یک کمی برای من ابهام آور هست و باید بیشتر مطالب ایشان رو بشنوم، و اگر که توفیق داشته باشم و یک شنبه با ایشان صحبت بکنم، اینها رو حضوری از ایشان سوال بکنم.
ولی این رو هم اطلاع بدم که جامعه اسلامی که من میشناسم به شدت از اظهار نظر اخیر ایشان آزرده هستند، فوق‌العاده آزرده هستند و مطالب ایشان باعث به هم خوردن آرامش و آسایش فکری تقریبا میشه گفت اکثریت قریب به اتفاق مسلمان ها در سطوح مختلف هست. امیدوارم با توضیحاتی که ایشان خواهند داد این نقیصه برطرف بشه. نگاه کوتاهی میکنیم به این فرمایشات شما عزیزان. جناب شاه محمد تشریف دارن و جناب حق پرور، جناب آبتین جناب ذکر الله کوهستانی، دوستانی که برای این برنامه فایده ای میبینند که خوب این برنامه شیر بکنند که دیگران هم با خبر بشن. اگر هم فکر میکنید که خوب نیست که شیر نفرمایید. جناب نور روشن، جناب محسن احمدی عزیز، آصف کیانی، عرض میکنم که جناب فقیریار، دکتر آریافر، خانم علیزاده، جناب زهره نورین، جناب پوپل، جواد پوپل یا جاوید پوپل، جناب شکور، جناب فرح روشن، جناب بهین نسار، جناب پدر بهار افغان، جناب استاد راشد رستمی، اسد رحمانی، جناب علی اصغر میگویند که صدا بند است، اجازه ببینیم که، ولی خانم رحیمه میگویند که صدا اینجا خوب هست، پس اشکال مربوط شاید بشه به دستگاه خود شما. یک نفر که اگر ببینه صدا خوبه یعنی صدا خوب بیرون میره، دیگه وقت گرفتنش اگر اشکال هست با گیرنده از ما، یعنی از اینجا کاری نمیتونیم انجام بدیم. منظور اینه. جناب شکور رو خواندم، جناب فیضی و عبدالبهزاد، فرحناز، رؤوفی، رسولی و جناب یما سهیم، آزادی دین من است. خب این آزادی هم دین شماست، هم اجازه بدید که دین دیگران باشد و آزادی باشه که هم دیگران به شما بدهند هم شما به دیگران بدهید و افراد هر چه میخواهند بگویند باید امنیت داشته باشند. یعنی آقای شفیع عیار هم باید امنیت داشته باشه و آزادی که بگوید، و چه بهتر و چه نیکوتر که هم بگوید هم بشنود
و وقتی که میشنود اگر خواست توضیح بدهد، نه اینکه مقابله و مجادله ای بشه، مثلا بگوید که من به این دلیل به این دلیل نظرم اینه. نمیشه دیگه کشتش و گرگ درنده نام نهاد رو و سرشو برید یا حکم اعدامش رو داد یا گفت شما مسلمان نیستید. عرض کردم آقای خلخالی وقتی که آقای هویدا رو، امیر عباس هویدا رو محاکمه میکرد و بعدم اعدام کردن ایشون رو، گفتن به دلایل دیگه و اینها هر چی که بود، حالا وارد اون بحث نمیشیم، ولی دادستان از ایشون میپرسه که شایع است که شما بهایی هستید، بهایی هستید؟ میگه نه من مسلمان هستم. میگه به این دلیل شروع میکنه به پرسیدن که پس اینطوری، یعنی شک بکنه به مسلمان بودن هویدا. خلخالی با اون درندگی که داشته، خلخالی دیگه معروفه دیگه، خلخالی به دادستان میگوید خفه شو، وقتی کسی اقرار به اسلام میکند کار تمام است. اگر من اقرار به اسلام میکنم و اگر شفیع عیار اقرار به اسلام میکند، من و شما حق نداریم نسبت به دین او شک بکنیم. عقیده شما با عقیده او تطبیق نمیکنه. ممکنه امروز یا دیروز شفیع عیار هم حدیثی شده باشه، تازه مثل شما شده، یک عمری حدیثی بودید. بیننده های خودم را عرض نمی کنم، این کسانی که مسلمان هستن، خیلی از کسانی که اونا میگن مسلمان، من میگم خیلی خوب شما مسلمان باشید، ولی این عقایدی که شما دارید، قرآن میگه کسانی که این عقاید رو دارند مشرک هستند. حالا شما این عقاید رو دارید و اعلام میکنید که مسلمان هم هستید، خوش به سعادتتون، من هم به اسلام شما احترام میگذارم، ولی موقع تجزیه و تحلیل از شما میپرسم که شما چند تا خدا دارید؟ میگید دوتا. چند تا قرآن دارید؟ دوتا، الکتاب و والسنتی. شما مسلمان دو کتابه هستید، میفرمایید مسلمان هم هستید، خوش به حالتون، تمام میشید. میگم من مسلمان یک کتابه هستم، شما مسلمان دو کتابه هستید، من اعلام میکنم که مسلمان هستم، شما هم که دوتا کتاب دارید باز هم اعلام میکنید که مسلمان هستید، خب باشید، به من چه مربوطه؟ من چه کاره هستم توی این کره زمین که جز این که نظر خودم رو بگویم که من یاد گرفتم که اسلام یک کتاب بیشتر نداره، تمام شد دیگه. شما یاد گرفتید که اسلام دوتا کتاب داره، خب دوتا کتاب داشته باشه. من چه سمت رهبری به شما دارم؟ من کجا سمت قاضی یا سلطان دارم که در کار شما دخالت بکنم یا امنیت شما رو به خطر بیندازم یا مردم رو تحریک بکنم علیه شما؟ اون دردها رو باید ما درمان بکنیم و بیاموزیم که هر کس باید آزادی و امنیت داشته باشه، نظر خودش رو بگه. طبعا من امروز اگر نظر دفاعی اعلام نکنم اعتبارم از بین میره دیگه، این دعوا نداره که آقای شفیع عیار اگر فردا یا یک شنبه یا در برنامه خودش یا هفت شنبه یا نه شنبه یا هر وقتی که دلش خواست، اگر در بیان خودش پاسخ سوالات مردم رو نده، معارفه رو قطع بکنه، اعتبار سخنانی که گفته از بین میره. یعنی خودش تنبیه خودش رو دریافت میکنه، من هم همینطور، شما هم همینطور. ما نباید تعرض به هم بکنیم، ما نباید معارض هم بشیم، ما نباید مستقیم یا غیر مستقیم امنیت همو به خطر بیندازیم. ما اجازه داریم که نسبت به یک آدم اعلام وحدت نظر کنیم یا اختلاف نظر خودمون رو با اون بیان بکنیم، او رو به خطر نیندازیم. من از اینکه کسی شفیع عیار رو کافر بخواند، از شنیدنش و از اتهامش
من رنج میبرم، من راحت نیستم با این. چون به مرحله قضاوت میرسه، قضاوت رو برای خودتون داشته باشید. اگر شفیع عیار به سوالات ما شما پاسخ داد، مقام جایگاه و موضع خودش رو حفظ کرده. اگر پاسخ نده، نظرش بی اعتبار میشه. یک امر طبیعی است، این حالت کنش و واکنش داره. اون رو من میخوام تفهیم بکنم، فشار میارم به اونجا که هر کسی باید احساس امنیت و آسایش و آرامش بکنه از اظهار نظر، اگر خواست پاسخ بدهد، اگر خواست، اگر نخواست پاسخ ندهد. اگر پاسخ ندهد، خود به خود کلامش بی اعتبار میشه. مثلا اگر یک کسی گفت که حضرت یوسف به عنوان یک بشر معمولی، که بشر معمولی خیلی بد نیست، خیلی هم خوب نیست، کامل نیست، احتیاج به هدایت داره، بشر معمولی دیگه، بشر معمولی احتیاج به هدایت داره، چرا؟ برای اینکه اگه هدایت نشه گمراه میشه. پس در مسیر هدایت شدن گمراهیش مرتب کم میشه، همراهیش بالا میره تا به رستگاری میرسه. حالا در این دوران ترانزیشن، در این دوران تحول، یک جایی اشتباهی کرده، میاد میرسه به جایی که تقریبا به مقام عصمت میرسه و معصوم از این دنیا میره، در اثر هدایتی که مرتب دریافت میکنه و بهتر و بهتر میشه. حالا در یک مقطعی قرآن دست میذاره روش، این مقطع رو نشان میده، پرده رو میزنه عقب و میگه این آقا در مثلا اگه 100 سال عمر کرده، در 30 سالگی مرتکب دزدی شده. ما با اسلاما و با حضرت ها و با یوسف ها و با محمد ها میگیریم که عجب، نباید دزدی میکنید، بنده خدا معصوم بوده، اینطور بوده، اونطور بوده، در حالی که هیچ کس معصوم نیست. این هم نظر دیگه، اون نظر داده، من هم نظر میدم، این دوتا نظر با هم باید شنیده بشه به گوش شما و برای خودتون تصمیم بگیرید که آقایی درست میگه یا آقای دیگری. ما باید طریقه گفتار مطالبمون شکل تدریس داشته باشه و تعلیم داشته باشه، نه جنگ و جدال، نه قضاوت. به مردم، به شعور مردم احترام بگذاریم و بگذاریم مردم بشنوند و تصمیم بگیرند، بشنوند و تصمیم بگیرند. نهایت درجه ما به جای اینکه توهین بکنیم و اسم بذاریم روی کسی، ازش سوال میکنیم که مگر اسلام وابسته به قرآن نیست؟ مگر اسلام در قرآن تعریف نشده است؟ مگر قرار نیست که ما خارج از قرآن هیچ مطلبی رو در ارتباط با قرآن نپذیریم؟ در ارتباط با قرآن، نه این فیزیک شیمی رو هم شما خارج از قرآن میپذیرید؟ بله میپذیرم، چون راجع به قرآن نیست. اما مطالبی که راجع به قرآن خارج از قرآن، راجع به قرآن خارج قرآن، راجع به قرآن خارج قرآن، راجع به قرآن خارج قرآن گفته شده است، اون مطالب رو من نمیپذیرم. آقای شفیع عیار، آقای ایکس، آقای ایگر، شما میپذیرید؟ میگن بله. خیلی خوب، و شما میدانید که مسلمان حدیثی شدید، تمام شد، شما نظرتون رو گفتید، او هم میگه شدم یا نشدم، یا جوابتون رو نمیده. چه جواب بدیم ما به هم، چه جواب ندیم به هم، شما شنونده هستید، شما باید قضاوت بکنید. شما دستور دارید از طرف خدا که همه سخنان رو بشنوید، بهترینش رو به زعم خودتون انتخاب بکنید. پرحرفی کردم، سر شما رو درد آوردم، عذر میخوام.
خب جناب شریعت کوثر هم تشریف دارن، بقیه دوستان هم یک بار اسما رو خواندم دیگه وقت رو با تکرار اسما نمیگیرم، جناب بهار افغان همینطور رسولی رو هم خواندم و رؤوفی عزیز رو هم خواندم، فرهناز رو هم خواندم، بهزاد رو هم خواندم. عرض میکنم که پنجشیری رو هم خواندم، علی اصغر، فضل الله عزیز، جناب شکور و همینطور بصیر فدایی. جناب فدایی ما خیلی ارادت داریم خدمت شما و همینطور صداقت شما. جناب پدر زندو هزار، زندو هزاران من و ما، ای عجبا ای عجبا من چه منم. گوش بنه عربده را، گوش بده عربده را، روح پرفتوه این مرد بزرگ تاریخ محمد، محمد بلخی، محمد بلخی، محمد بلخی، حضرت مولانا. شما ببینید که 800 سال پیش این مرد بزرگ در مورد آزادی بیان چه میگوید. الله اکبر، الله اکبر. زندو هزار ما و من، ای عجبا من چه منم. گوش بنه عربده را، گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم، دست منه بر دهنم. چون که من از دست شدم، چون که من از دست شدم، در ره من شیشه مریز. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه مریز. شیشه منه ور بنهی، ور بنهی پا بنهم. تو یک شیشه میشکنی که پای من بریده بشه، من هر چه شیشه هست میشکنم که شیشه ای باقی نماند که در راه کسی بریزی و پای کسی رو ببری. به مولانا نگاه کنید، به منطق او نگاه بکنید، به جانبازی او نگاه بکنید، به این معلم بزرگ تاریخ نگاه بکنید. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه، ور بنهی دو کار میکنم، هم پا میگذارم روی شیشه و هم شیشه هرچه شیشه برای تهدید آینده بشریت نگه داشتی، هرچه وسیله نگه داشتی برای بریدن پای مردم، برای بریدن زبان مردم، همه شیشه های تو رو هم میشکنم زیر پای خود. علاوه بر این که از شیشه کردن ترسی ندارم. خوب توجه بکنید. علاوه بر این که این تفنگی که استفاده کردی بر علیه من، این تفنگ رو میپذیرم و جان میدهم، اما زنده باقی میمانم. هرچه تفنگ دیگر هم برای جلوگیری از آزادی بیان تعبیه شده از در جهان، همه اون تفنگ ها رو به خودم شلیک میکنم و هنوز زنده هستم و کهن میگویم. چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه، ور بنهی پا بنهم. هر چه بیابم شکنم، ور بنهی پا بنهم، ور بنهی پا بنهم،
هر چه شیشه بیابم شکنم زیر پا، با پای خود، پای خود را فدا می کنم و هر چه شیشه که وسیله بریدن پای آزادی بیان است اون شیشه ها رو می شکنم و نابود می کنم. انسداد سخن رو از بین می برم، جلوگیری کننده از آزادی بیان رو واژگون و منهدم می کنم. این مولوی است، این عرفان است، این تصوف است، این خداشناسی است. موی بر بدن انسان می‌ایسته. زین دو هزاران من و ما، ای عجبا، من چه منم؟ گوش بنه عربده را، گوش بنه عربده را، دست منه بر دهنم، چون که من از دست شدم، در ره من شیشه منه، ور بنهی پا بنهم، هرچه بیابم شکنم، زان که دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود، گر طربی در طربم، گر حزنی در حزنم. تلخ کنی تلخ شوم، لطف کنی لطف شوم، با تو خوش است ای صنم، لب شکر، عذر میخوام، با تو خوش است ای صنم لب شکر، خوش ذقنم، اصل توی. الله اکبر، اصل توی. من چه کسم؟ اصل توی، من چه کسم؟ آینه‌ای در کف تو، هر چه نمایی بشوم، آینه ممتحنم. تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو. کجا رفته؟ تو به صفت سرو چمن، من به صفت سایه تو، چون که شدم سایه گل، پهلوی گل خیمه زنم. بی تو اگر گل شکنم، بی تو اگر گل شکنم، خار شود در کف من، ور همه خارم ز تو من، جمله گل و یاسمنم. دم به دم از خون جگر، ساغر خونا بکشم، هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم، هر نفسی کوزه خود بر در ساقی شکنم. زین 2000 ما و من، ای عجبا، من چه منم؟ گوش بنه عربده را،
دست منه بر دهنم. چون که من از دست شدم در ره من شیشه منه، بر بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم، هر چه بیابم شکنم. جناب طاهر، همینطور فی سعید، علی اصغر، علی زاده، علی اصغر بصیری، رؤوفی، عزیز، شارقی، سروش نعیمی، بهار افغان. استاد عزیز، با سلام مجدد، من قسمت اول برنامه رو شنیده نتوانستم. با کمال و حرمت از شما صمیمانه خواهش میکنم و دستان مبارک شما را میبوسم که دیگر در قسمت نظریات دوستانی که خارج این کلاس راجع به استنباط شما از قرآن پست و کامنتی قرار میدهند، شما دیگر در کلاس نظری ندهید و کاملا نادیده بگیرید. اصلا لزومی ندارد که شما اعصاب با ارزش خود را راجع به نظریات خارج این کلاس ناراحت بسازید، حتی اگر این نظریات راجع به تحلیل های شما باشد. امر شما حتما اطاعت میشه. به عنوان یک خواهر دوست و بزرگوار که سخن شما رو من سخن حق تلقی میکنم، اطاعت میشه امرتون. جناب سراج و می نویسند که مسلمان حقیقی باید خود را از حیث حدیث دور و به دانش حقیقی قرآن بپردازد. واقعا این سخن رو باید با طلا نوشت، واقعا این سخن رو باید با طلا نوشت. مسلمان حقیقی باید خود را از حدیث دور و به دانش حقیقی قرآن بپردازد، هم به دانستن هم با آگاهی. دانش مجموعه هر دوی این ها. چقدر قشنگ نوشتید شما، آفرین بر شما. جناب همایون رسولی، با ادای احترام به همه دوستان، جناب نجیب صاغب پوپل، دوست قدیمی سالها و سالها، جناب بصیر عطایی، با سلام به همه دوستان، پردیا امینی، بردیا امینی فکر میکنم. سلام استاد آقاسه گرامی، من یک درخواست، یک پرسش از شما داشتم. لطفا یک برنامه بر اساس آیات قرآن در مورد حجاب اتفاقا بوده، شاید هم امروز همین کار رو بکنیم، و خواهش کرده بودم که از برادر مرشمندم جناب مهندس سلطانی که در پست پیوند این موضوع رو قرار بدن، امروز هم قرار هست که صحبت بکنیم. و پرسشم هم این که یکی میگو منظور از آیات متشابه آیات منقطعه در سر برخی از سوره های قرآن. چون شما برای من یک معیار و شاخص هستید، لطفا نظر خودتون رو راجع به این مطلب بفرمایید. مقطعات قرآن که در اول قرآن میاد، تا اونجایی که امروز علم بشر اجازه میده، حالا فردا ممکنه دانش ما بازتر بشه. یه وقتی قرآن میگفت که النجم اذا هوا و نجم اذا هوا، ما فکر میکردیم که راجع به این ماه صحبت میکنه که وقتی ماه میفته. بعد گفتن که نخ خورشید هم هست. امروز میبینیم که نجم معنی یونیورس میده. و باز هم تا 10 سال 12 سال پیش فکر میکردن یک یونیورس وجود داره. بعد از فیزیک کوانتوم امروز به این نتیجه رسیدن که تازه قرآن چی میگه؟ رب العالمین، عالم یعنی یونیورس، و یونیورس هنوز هم در ادبیات انگلیسی و لاتین لغتش هم بسته نمیشه. یعنی ما یونیورسز نداریم، نه در فرانسه، نه در انگلیسی، نه در
لاتین هیچ کدوم اینها نداره، آلمانی هیچ کدوم از این زبان‌ها هیچ کدومش یونیورس رو جمع نمی‌بندن، چون یونیورس یک یونیورس بیشتر نیست، یعنی هستی. یونیورس یعنی هستی، یک هستی هم خب بیشتر نیست، هستی ها نداریم ما که، یک هستی دیگه، یک وجود. و بعد قرآن رو وقتی میخوندیم که 1400 ساله میخونم قرآن، رب العالمین، خیلی خوب، خدای جهانیان، خدای عالمین، همجور میگن و رد میشن، از یه جهان یا عالم معنی یونیورس میده، عالمین دوتا یونیورس، عالمین معلوم نیست چند تا یونیورس، بیشتر از دوتا یونیورس. منظور به این که یک وقتی ما نجم رو میخوندیم فکر میکردیم که ماهتابه یا نمیدونم خورشیده یا نیاد، بعد گفتن که نخیر آقا بیشت منظوم است، بعد چنینه بعد چنانه، امروز متوجه شدن که قرآن به یونیورس ها اشاره میکنه. حالا یونیورس رو جمع نبستن به انگلیسی، ولی یک لغت اضافی پشتش گذاشتن، مالتیورس، به جای یونی، یونی یعنی یک، ورس یعنی صدا، چون عالم از صدا تشکیل میشه بر اساس حالا اسطوره ها و داستان های قدیمی و اینها که الان وارد اون نمیشیم، الان شده مالتی ورس، چندین عالم. و الان فیزیک به جایی رسیده که میگه یونیورس ها در حال تولد هستند و یونیورس ها در حال مردن هستند و یونیورس ها و کهکشان ها که اجزا و اعضای یونیورس ها هستند، اینها مرتب میمیرند، در هر لحظه هزاران کهکشان میمیره، هر کهکشانی 200 میلیارد منظومه درش هست و بیشتر، اینها میمیرند هر لحظه و در قبرستانی در فضا به نام چاله های سیاه دفن میشن. مثلا آدم که رو خاک میمیره دفن میشه، اونها هم توی چاله های سیاه دفن میشن و 92% از انرژی همه عالم و همه هستی انرژی سیاهی است که از مردن کهکشان ها و یونیورس ها به وجود میاد. باز هم وارد اون مباحث نمیشم، عرضم این است که ما یک وقت قرآن میخوندیم از نجم به این ستاره نگاه کردیم، ستاره پر نوری که شبها میاد بالا، بعد به ماه رسید، چه رسید چه رسید، هر چقدر که ما بیشتر و بیشتر زمان میگذره و علم ما بیشتر میشه، قرآن هم همون مقدار باز میشه. متشابهات قرآن مقطعات قرآن نیستند. مقطعات قرآن تا امروز که ما میفهمیم یک جور ایندکس قرآنه، یک جور علامت سوره است، نشانی سوره است، مثل سوره مثلا بقره، سوره چنین، سوره چنان. بعضی از سوره ها هست که هم با اسم خوانده میشه هم با شماره کد خوانده میشه، الف لام میم مثلا، چون چند تا الف لام میم در قرآن داریم، الف لام میم و بقره الف، شاید که به نظر میاد الان عرض میکنم که نوعی ایندکسینگ و تشخیص شماره بندی و تسهیل دسترسی به سوره های قرآن رو مشخص میکنه شاید، ولی نمیدانیم. ما میدانیم متشابه نیستند، چون تعریف متشابهات قرآن چیز دیگری است. ما از متشابهات قرآن باید درس بگیریم و قادر باشیم که از درسهایی که از متشابهات استخراج میشه حکم به وجود بیاد، یعنی احکامی که از آیه های قرآن مستقیماً استخراج حکم نمیشه به اون آیه ها میگویند که متشابهات، یعنی باید شبیه چیزی بشه از اون وجه المشابهه یک حکمی استخراج بشه، به اونها میگن متشابه. در سوره سوم قرآن آیه شماره 7 درباره متشابه کاملا توضیح میده، بگیرید بخوانید، امروز هم اگه ما وقت کردیم میخوانیم، کاملا مشخص میشه خود قرآن گفته متشابه چیه.
دیگه چیزهایی رو که خدا توضیح داده ما باید قبول بکنیم. چیزهایی رو که توضیح نداده به ذهن ما واگذار کرده حکمت خدا، ولی متشابه رو کاملا معنی کرده در قرآن در مقابل محکم. یه محکمات مادر قرآن هستند، ریشه قرآن هستند، حالت زایش داره، مرتب ازش تولید میشه، مثل مادری که میتونه مرتب حامله بشه و مرتب وضع نوزاد بکنه، زایش نوزاد بکنه، از خودش خلقت بکنه. در باب قرآن در باب محکمات، یعنی میگه محکمات قرآن مادر قرآنه و مرتب ازش حکم خارج میشه. شما میخوانید ازش حکم استخراج میکنید، میخوانید ازش حکم استخراج میکنید، وقتی حکمت پیدا میکنید، تزکیه پیدا میکنید، علم کتابت پیدا میکنید. متشابهات قرآن مستقیما نمیشه ازش حکم استخراج کرد، باید ببینید شبیه چیه، از اون چیزی که به او شبیه شده حکم استخراج میکنند. یعنی وقتی مثلا ما راجع به بهشت صحبت میکنیم، بهشت متشابهات، از خود بهشت نمیشه حکم استخراج کرد، یعنی از اونجا حوری و غلمان و شراب و عسل و شیر و اینها استخراج بکنید، نمیشه، چون متشابهه. اما از اثر اون متشابه که رضایت انسان هست، آرامش، رضایت، ابدیت، سلامت، آسودگی، عافیت، صلح، مودت، دوستی، تولید، ثروت، مکنت، آشنایی، معرفت، اینها اثر اون مؤثری به نام بهشته. روی اینها میشه حکم استخراج کرد. مثلا یکی از مظاهر بهشت عدالت اجتماعیه، روی عدالت اجتماعی میشه حکم ساخت، مستقیما روی بهشت نمیشه حکم ساخت. توجه کردید متشابهات قرآن فکر میکنم بیشتر مربوط به اون آیات میشه، نه به مقطعات قرآن. انشاءالله که تشخیص من درست باشه. ممنونم که این موضوع رو مطرح کردید جناب امینی. خب همایون سید یا سعید، هر کدامش باشه زیباست، مشارکت کردند، سرکار غفاری همینطور حضور دارند، جناب میرویس عبداللهی خدمتتون عرض ادب و تقدیم سلام، هم از طرف خودم هم از طرف بینندگان برنامه، جناب عبدالله عزیز تشریف دارند، بهار افغان، همینطور جناب میرویس میگوید که چرا خدا در کتاب‌های مقدسش هیچ اشاره‌ای به سیارات دیگر نکرده و فقط از خورشید و ماه و ستارگان زمین گفته؟ آیا به خاطر این نیست که خدا هم از زمین و آسمان نگاه می‌کرده و هرچی دیده نوشته؟ قبلا از جواب منطقی شما تشکر می‌کنم. ببینید قرآن باید ما ببینیم که اولا که ممکنم هست اینطور باشه که شما میگید، تعصبی نباید داشت، ولی به نظر میرسه که ما ادعانامه قرآن رو باید بخوانیم و بعد چیزها رو با ادعانامه قرآن برابر بکنیم و ادعانامه قرآن رو از زبان خودش باید بشنویم و از دیگران نپذیریم، از آقاسی و دیگری و دیگری و دیگری نپذیریم، از خدا بپذیریم که خودش میگه من چی کارم. از خدا میپرسن این قرآن رو برای چی نازل کردی؟ این قرآن کتاب ستاره شناسیه، فیزیک، شیمیه، کتاب جراحیه، به دکترها یاد میدن که چه جوری جراحی کنن یا فیزیک رو چطور یاد بگیرن، راجع به کمیستری یاد میده، راجع به چی یاد میده، ریاضی یاد میده، به چه درد میخوره این کتاب، راجع به چی صحبت میکنه، هواپیما میشه ساخت با این کتاب، میشه که به اصطلاح علم نجوم و هیئت رو یاد گرفت از این کتاب، ستاره شناسی یاد گرفت، مخروطات چی، مثلثات چی، حساب استدلالی چی، جبر آنالیز چی، نمیدونم مخروطات چی، نمیدونم اینها رو، خیلی دیگه میشه اینها رو، هیچ کدوم جوابی، همش منفیه، نه
قرآن دو تا ادعا داره، میگوید که این کتاب هدایت است به دو موضوع، سه تا موضوع هم نیست، برای اون کاری که الان عرض میکنم. کتابی است که ایستاده خیلی رشید میگوید من اکمل هستم. اکمل یعنی کاملترین، یعنی هیچ چیزی تا آخر هستی از این کاملتر نمیاد. عجب، یک همچین ادعای وحشتناک این ادعا. میگه من اکمل هستم و من اتم هستم. نه تنها اکمل هستم، نه تنها most perfect هستم، که اتم هم هستم، most complete هم هستم، هم perfect هستم هم complete هستم. عجب، هی ادعا بزرگتر و بزرگتر میشه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیک نعمتی. مثلا نعمت میگه از این بالاتر وجود نداره، نعمت من، نعمت خدا، از این بالاتر خدا نعمت نداره. همین حرفاری که میزنه، باید ببینیم که خدا درباره این ویروس، عرض میکنم حضورتون که کرونا چی گفت؟ هیچی. پس این کتاب به چه درد میخوره؟ راجب ساختن اتومبیل چی گفته؟ هیچ. راجب قانون پاسکال چی گفته؟ هیچ. راجب آنتی بیوتیک چی گفته؟ هیچ. این کتاب هیچی شد دیگه، بندازینش دور. نه، به ادعای کتاب باید نگاه بکنیم. اگر کتاب نتواند که بیستد در موضعی که مدعی است، کتاب رو باید دور انداخت. قرآن یا هر کتاب دیگری فرق نمی‌کنه. ببینیم ادعای کتاب چیه. قرآن میگوید که من کتاب هدایت هستم به دو هدف، یکی به شناخت توحید که این جهان یک خالق بیشتر نداره، یک نیروی خلقت بیشتر نیست، یک واحد خلقت بیشتر نیست و همه مخلوق و همه موجود و همه آثار از اون یک واحد نشأه میگیره. به این تئوری میگوین توحید. یکی ما رو هدایت میکنه درک توحید بکنیم و فهم توحید بکنیم و قبول توحید بکنیم، و یکی ما رو هدایت میکنه به این که چطور جامعه ای بسازیم که ارتباطات رو در اون جامعه تبدیل به انتظامات بکنیم و رابطه رو در جامعه تبدیل به ضابطه بکنیم، به نحوی که در اون جامعه حق و مسئولیت معادل قرار بگیره و نتیجتاً جامعه به ادارت اجتماعی برسه. قرآن میگوید که من فقط این رو تعهد میکنم و این رو ادعا میکنم، ولی در این حال خداوند میگوید که من به تو هم علم قرآن رو دادم، هم علم کل هستی رو دادم و علم همه یونیورس ها رو در استعداد تو نهادینه کردم و تو را به عنوان مدیریت امانی عالم هستی برگزیدم، به نمایندگی خودم، به خلافت خودم در عالم کائنات. اونها رو قرآن ادعا میکنه و میگوید که تو در بعد استعداد دارای این توانایی ها هستی و به تو اختیار دادم که تو، اینا بخش توحید آن همش، که تو از اختیارت استفاده کنی و بتوانی از استعدادت، از قوه تبدیل به فعل کنی و در فعلیت به هدایت برسی، هم تشخیص توحید بدی و هم تشخیص عدالت اجتماعی بدی. و وقتی عدالت اجتماعی رو شناختی، به طرف عدالت اجتماعی حرکت بکنی و قدم برداری. این مکتب اسلام
مکتب توحید و مکتب قرآنه. ولی همونطور که فرمودید ممکن هم هست که در دایره آموزش قرآن همون مقدار که فرمودید دانش داشته باشه، ولی در تجربه نشون میده که یک کمی دانش خدا بیشتر از شناخت زمین و خورشید بوده. مثلا وقتی که به 7 طبقه یا 7 لایه حمایتی جهان اشاره میکنه، کره زمین اشاره میکنه، اینجایی که ما هستیم امروز، این 7 لایه از نظر علمی کاملا مشخص شده. استاد رستمی اسم اون اسلام شناسی رو که مطالعه کرده روی قرآن در هیئت، حالا می نویسن، اگر هنوز هم تشریف دارن آقای رستمی، می نویسن اسم اون شخص رو، شما مطالعه بکنید، به اون سایتش مراجعه بکنید و اینها، خیلی زحمت کشیده. تا اونجایی که من یادم میاد شاید که در 25 سال گذشته در کار قرآن در علم هیئت مطالعه میکرده. مثلا از چیزهایی که خود منم یاد میارم از قرآن این که میگوید که این جهان، جهان ما، این یونیورس ما یک تکه بیشتر نبوده. یعنی نگاه میکنیم که شاید فرضیه بیگ بنگ داره اشاره میکنه و بعد میگوید که این آسمان و این زمین و ماه و خورشید و اینا همشون به هم چسبیده بودن و اینها طبق قانون همون خالق بعد از مدت‌ها گردش و چرخش و دود شدن و چه شدن و چه شدن از هم جدا میشن. و امروز این گفته ها با تئوری های فیزیک امروز تطبیق میکنه که اینا همشون از همدیگه جدا شده. منظور این که خیلی هم ابتدایی نیست، ولی من شخصا هیچ اعتباری برای علمی که در قرآن آمده قائل نیستم، چون قرآن اصلا برای اون کار نیامده. حالا یه وقت اشاراتی هم میکنه برای هدایت، ولی قرآن کتاب ستاره شناسی نیست، کتاب علمی نیست، قرآن کتاب هدایت بشر به توحید و هدایت بشر به عدالت اجتماعی است. در بعد تئوری میخواهد که شما توحید رو بفهمید و قبول کنید، و چون توحید رو قبول میکنید خدا رو بپذیرید، و چون خدا رو میپذیرید فرمانش رو قبول کنید و فرمانش رو به کار ببندید و فرمانش شما رو در جهت عدالت اجتماعی میبره. به این لحاظ هست که من وارد این که قرآن بخواهد که به شما علم بیاموزد، قرآن تعلیم علم نمی کند علی الظاهر، اما قرآن میگوید که من علم رو در بطن و متن بشر، در استعداد بشر نهادینه کردم. علم، تعلیم داد آدم، آدم را، اسماع کلها، هرچی که شیء هست و هرچی که ماده هست در جهان، در استعداد انسان علم اونها رو به انسان داده. اینها رو در قرآن گفته البته، ولی همونطور که عرض کردم قرآن کتاب هدایت به توحید و هدایت به عدالت اجتماعی است. در این قسمت کمال کامل داره و جای سخن هم نیست، اثبات هم میشه. ذالک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب که در مفاهیم آن تردیدی وجود ندارد، این اساسنامه قرآنه، ادعانامه قرآنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایت کننده است برای کسانی که اهل تقوا هستند. یعنی منفست خودش رو اعلام میکنه که من چیم، برای چی اومدم، برای هدایت اومدم.
علم هم البته در قرآن آمده، ولی همه اونها اینسیدنتال هست، در واقع به عنوان میشه گفت که همین به مناسبتی اشاره هم به یک موضوعی کرده، یک چیز دیگه ای رو ثابت بکنه، ولی کتاب مستقیمی نیست که علم به کسی یاد بده. خب امیدوارم که مطلب مفهوم شما شده باشه و جناب نجم رو جناب پدر میگویند که ما به اون ستاره به نجم چوپان میگوییم، به اون ستاره چوپان میگوییم. چوپان ها معمولا خیلی ستاره پرنوری، آخه نجم پرنورترین ستاره ایه که مسیرشون و چوپان ها و مسافرین شب و اینها، چون اون قسمت عربستان اینها اینقدر گرم بوده روزها نمیشده سفر بکنن که میمردن از گرما، اصلا عملی نبوده، شبها سفر میکردن و نقشه راهشون اون ستاره پرنور چوپان یا ستاره نجم بوده. منظور جناب پدر اون ستاره است. جناب بردیا امینی میگویند با تشکر از توضیحات با ارزشتون استاد گرامی، چون بیشتر مردم در داخل ایران از اینستاگرام استفاده می کنند، لطفا برنامه هاتون رو روی اینستاگرام هم بگذارید. ما اتفاقا در این فکر بودیم که این کار رو انجام بدیم، یک مقداری هم انجام دادیم، ولی ما از نظر کادر و اینها خیلی خیلی در مضیقه هستیم و حالا انشاءالله توفیق پیش میاد و یک کمی دست و بالمون از نظر مالی باز میشه، میتونیم یک کمک جدیدی بگیریم و امرتون رو اطاعت خواهیم کرد انشاءالله. ادریس معنوی عزیز با ما هستن، شارقی عزیز میگویند که دوستان گرامی انتظار نداشتم شبکه پیوند در روز جمعه برنامه داشته باشد، ما دیروز دستگاهمون خراب بود و رکورد شکستیم دیگه، 14 ساعت 15 ساعت طول کشید تا بالاخره اینها رو به هم دیگه بستیم و دیگه بالاخره اینطور هست، ولی خب در خدمتون هستیم دیگه. جناب همایون رسولی یکی از بینندگان رهنورد و بسیار صادق و باهوش، کسانی که به من امید میدن که آینده از گذشته روشن‌تر، همه شما من جمله بعضی از شخصیت هایی که از نوشته هاشون مثل پدر، مثل حالا اسم بخوام بیارم استثناء، مثل بهار، مثل علیزاده، مثل احمدی، مثل همین شارقی و بالاتر و برتر از یا معادل همه این دوستان، دوستانی که سمت استادی به من دارن، مثل جناب راشد رستمی، مثل مهندس سلطانی، مثل خیلی ها هستن، من اسما چون حافظم واقعا من ضعیف و خراب هستش میبخشید به بزرگواری خودتون. حالا منظور این که من به بعضی اسما که برمیخورم به من امید میده که با رفتن من این برنامه جایی نمیره، همینجا هست. یکی از اونها هم همین رسولی است. شهیدی خیلی، علی شهیدی، خیلی ها هستن دیگه، خیلی ها هستن و اینا امیدهای من هستن و فکر میکنم اینها امیدهای آینده همه ما هستن.
می نویسد رسولی می نویسد که جناب شفیع عیار با اتکا به اسلام تاریخی، ملاحظه می کنید منطق رو چقدر مؤدب، چقدر منطقی، چقدر سالم و چقدر کوتاه و مؤثر و به قول آمریکایی ها down to the point، دقیقا میره سر مطلب. اسم این اسلام یک کلمه، اسلام تاریخی است. اسلام تاریخی کتاب باید براش نوشت، اون کتاب رو بلده. چندین سالم راجع به این کتاب صحبت شده. میگوید که آقای شفیع عیار با اتکا به اسلام تاریخی که پایه منطق و ادعای محدثین است. آفرین بر تو همایون عزیز، آفرین. چنین برداشت ها و استنتاج هایی را می کند و با تفسیر بعضی آیات قرآن را و یا تفسیر بعضی آیات قرآن را از مفسرین و مترجمینی تکرار می کنند که در ترجمه آنها اشتباهات سهوی یا عمدی وجود دارد. ملاحظه بکنید به دو تا علت اشاره می کند. می گوید که این نوع برداشت های جناب شفیع عیار مدیون دو شیوه استنتاجی است. یکی در درجه اول شیوه است که اسلام تاریخی رو مبنا قرار میده. در دل این علت یک علت دیگه ای وجود داره که اون علت این است که محدثین مترجم هم هستند و گاهی از اوقات ترجمه قرآن به وسیله و از زبان محدثینی گفته میشه که تحدیث به عقیده رو با ترجمه عقیده با هم تداخل میدن و موجب خلط مبحث میشن و بین این موضوع مهمترین موضوعی است که رسولی معرفی میکنه. یعنی شما اگر مستقیما راجع به حدیث صحبت بکنید رسوایی به بار میاره. الان یعنی تو این برنامه همه میگن آقا این حدیث چی میخونی؟ اگر راجع به ترجمه بخونه این مطالب در ترجمه وجود نداره. اما اگر یک اختلاطی، یک ممزوجی مناسب و زیبا و دارای چفت و بست فلسفی که از موضوع ترجمه و موضوع اتکاء به حدیث توسط مترجم، از مجموعه اینها اگر یک پدیده‌ای بسازیم، یعنی حدیث رو پنهان در دل خودش داره ولی بیرونش رنگ قرآنی داره، اون رو داره میگه. این خطرناکترین زهریست که میشود به اسلام وارد میشود. مثلا در ترجمه ملکت ایمانکم زنانی که اسیر شما هستند و از آزادی بی بهره هستند، حالا یا به علت سنشون یا به علت بیعقلیشون یا به علت جنایتشون یا به علت اسارتشون، به هر دلیل کسانی هستند که در قیمومت شما هستند، تحت سرپرستی و تحت اختیار شما هستند. تمام شد. ممکن از جنگ باشه، ممکن از دیوانگی باشه. ملکت ایمانکم یک معنی میکنند، یک مرتبه تمام میشه. در ترجمه مینویسند که پدرت واقعا دوست بزرگوار خود من دکتر حسین الهی قمشه‌ای، شخصیت بسیار ارزنده است، پدر ایشان ترجمه کردن و نوشتن که کسانی را شما مالک می شوید، مالک می شوید و حق تصرف دارید. همینا که عرض می کنم ترجمه است، شما مالک می شوید و حق تصرف دارید در زنانی که در جنگ‌های با کفار پس فطرت به اسارت اسلام عزیز در آمدن. یعنی دو خط سه خط معنی ترجمه آیه قرآن ملکت ایمانکم، یعنی این معنی رو میده. این نوع ترجمه ها، چون اون شخص اتفاقا پدرشون هم آدم بسیار شریفی بوده، حالا این اعتقادات رو ارث برده
و منعکس کرده. همین بیشتر مترجمین همین کارا رو میکنن. آدم بدی نیست، اصلا بحث خوبی و بدی نیست، بحث غلط و صحیحه. حالا من که سواد عربی ندارم و تازه با قرآن آشنا شدم، اینو میخوانم و این رو به عنوان ترجمه میپذیرم و همه جا هم اعلام میکنم. اون وقت این بدترین شکل حدیث است که رنگ قرآنی گرفته. ولی اگر اینها رو ما از همدیگه باز کنیم، اون وقت این اشکال از بین میره. ملاحظه بکنید اساس حدیث، اتاق فرمانی کمی آب نوشیدنی اگر ممکنه بفرستید به اینجا. اساس و مبنای حدیث بر این پایه است که یا پیامبر یا کسانی در باره پیامبر سخن میگویند، یا خود پیغمبر حرفی زده، راوی شنیده، یا راوی سخن دیگری رو در مورد پیامبر شنیده. هر دوی اینها می شود حدیث و اینها روایت می شود و روایت نوشته می شود و تبدیل به حدیث می شود و به ما می رسد. معمولا پیامبر باید یک حرفی رو به یک راوی زده باشه که اون راوی نقل قول میکنه، سینه به سینه به ما میرسه. دارم حدیث رو برای شما، ساختمان حدیث رو تعریف میکنم. یا خود پیامبر کلامی میگوید، ادعا این است که پیامبر کلامی میگوید که این به راوی میگوید که آقای راوی بله بیا اینجا، من میخوام این مطلب رو به تو بگم، من شما رو میگذارم از این دنیا میروم با دو ارسیه، الکتاب و سنتی. این روایتی است که پیامبر به کسی گفته، او هم همینطور به کسی دیگری گفته، به ما رسیده، شده حدیث ثقله. یا اینکه در باره پیامبر صحبت میشه، مثلا فرض بفرمایید که میگن ابوبکر در باره پیغمبر چنین گفت، یا علی در باره پیغمبر چنین گفت، یا عمر چنین گفت، یا عایشه چنین گفت. پس روایت فهمیدیم که از کجا شروع میشه، یا از دهان پیامبر قاعدتا باید بیرون بیاد، ادعا اینه، یا از کسان و نزدیکان و صحابه پیامبر. پس گوینده چه پیغمبر باشه چه غیر پیغمبر، باید یه نفر صدا بکنه و به او بگه و او وارد حدیث بکنه تا به ما برسه. متوجه شدیم؟ کاملا امیدوارم. حالا یکی از این گویندگان حدیث که نزدیکترین فرد به خصوص در سالهای آخر عمر رسول اکرم بوده و بسیاری مطالبی که او درباره پیامبر میداند هیچ کس نمیداند، به عنوان گوینده روایت، به عنوان کسی که از قول پیغمبر نقل قول میکند و صلاحیت کامل دارد و شاید تنها راوی مؤنث باشد، عایشه است. ما در سلسله رجال یعنی گویندگان حدیث زن نداریم، بنابراین شنونده این روایت که از دهان عایشه بیرون آمده باید چی باشه؟ باید مرد باشه دیگه. یعنی یک مردی رو عایشه صدا کرده، گفته آقای مرد، گفته بله، گفته شما بنشینید اینجا، من میخوام از پیامبر برای شما داستان تعریف بکنم، که این حدیث قدسی است دیگه، حدیثی است که مربوط به خود پیغمبر میشه. اون وقت عایشه به اون مرد میگوید که من وقتی که بچه بودم با پیامبر اینطور میخوابیدم، در کتاب بخاری میادان که منی پیغمبر به کجای من ریخته شده، در کتاب بخاری میاد. کتاب بخاری در نزد اهل سنت از قرآن مهمتره. آقای خانم سیمین عمر در تلویزیون آقای مسکینیار یک بار میگفت، نوارش هم هست تو یوتیوب، که ما وقتی که حاجتمون رو قرآن بنا ادا نمی کنه و به ثمر نمی رسه، قرآن رو سر می ذاریم فایده ای نداره، مریضمون خوب نمیشه، کتاب بخاری رو می ذاریم روی سرمون و دردمون درمان میشه. این ارزش رو قائل هستن برای کتاب بخاری. در کتاب بخاری از قول عایشه چنین سخنی گفته میشه.
اون وقت ما در عقل کمی که داریم فکر میکنیم که یک فاحشه رسمی امروز راجع به اون مسائل با یک مرد غریبه صحبت نمیکنه. چطور میشود که ام المؤمنین، چون در قرآن اینکه عایشه زن پیغمبر بوده یا نبوده ما از نظر قرآن نمیدانیم، در قرآن نه اسم عمر هست، نه ابوبکر هست، نه عثمان هست، نه علی، نه عایشه، اسم هیچ کدام اینها در قرآن نیست. و ما اگر که از دید قرآن نگاه بکنیم مثلا نمیدانیم که همسران پیامبر کی بوده، چند تا بوده، اسمشون چی بود. هم دارم از تاریخ میرم بیرون، میرم تو قرآن ها. اما اگر که عایشه زن پیغمبر بوده، ام المؤمنین بوده، آیا ام المؤمنین یعنی مادر مؤمنین جهان برای همه دوران ها این عایشه بوده؟ به گفته کی؟ به گفته قرآن، نه حدیث و مدیث و این حرفا. حالا به نظر شما آیا ام المؤمنین مادر ایمانداران جهان هستی یک مرد غریبه رو صدا میکنه و راجع به مسائل خصوصی رخت خواب خودش با رسول اکرم با اون گزارش میده که بخشی از حدیث بشه که امروز به من و تو برسه؟ تازه این حدیث محکمه ها، حدیث قویه، چون گویندش عایشه است. عایشه ای که پیامبر وقتی از این دنیا رفت سرش روی سینه او بود. اگه باز بخوام به حدیث بریم، اگه به قرآن بریم که اصلا نمیدونیم سرش روی سینه ای کی بود، اصلا نمیدانیم که ابوبکری وجود داشته یا نه. در قرآن دارم عرض میکنم. شما اگر که خودتون رو محدود به قرآن بکنید، دینتون یک دین دیگری میشه. اصلا از این دینی که داشتید تا حالا وحشت میکنید که این دیگه چه دینی من داشتم؟ اگر دین قرآن اینه، پس این دین چیه من داشتم؟ این جنگل چیه من برای خودم ساختم؟ جنگل اعتقادات در هم معاند و مخالف. جناب محسن احمدی می نویسند که صدا ندارم، شاید گیرنده من صدا ندارد، یا بعضی از دوستان همین مشکل رو دارن. علیزاده در ایران است که بدترین گیرنده رو اونجا دارن. میگوید که صدا و تصویر اونجا میرسد. بهار میگوید که شاید که اشکال از گیرنده خود شما باشه جناب احمدی، یک مرتبه خاموش بکنید، روشن بکنید دستگاه رو، ریستارت به اصطلاح به دستگاه بگید دو مرتبه شروع بکنه، شاید برطرف بشه. اجازه بدید که الان من زیاد حرف زدم، این برنامه ها به هم خورده. نه الان رسیدم سر جا. میرویس رو میگوید، داریم عبداللهی میگوید که زمانی که دانشمندی گفت زمین گرده بهش خندیدن. آیا اگر قرآن میگفت که سات چیزیست که در فلان قرن کشف میشه، باز هزار تا سوال نمیپرسیدن؟ آیا نمیگفتید این برای پیشاندن گفته ما که چند قرن دیگه نیستیم احتمال داره؟ ولی اگر که ما اصل رو بر هدایت قرآن بگذاریم، خیلی خیلی این سوالات کنار میره. و آدم وقتی توقع نداره از قرآن که چیز علمی بگه، چون میگه من کتاب علمی نیستم، من تو رو آماده میکنم که علم بیاموزی، من به تو صندوقچه آموختن علم دادم، علم بیاموزی، تو اون صندوقچه قرار بدی، ولی تو رو عالم میکنم من که علم بیاموزی، علم رو از مخلوق من بیاموزی. من علم رو در کائنات قرار دادم، من علم رو در آثارم قرار دادم و تو رو قادر ساختم که اون علم رو بیاموزی. خود قرآن منظور کتاب تکنولوژی نیست، همونطور که عرض کردم و حضرت عالی هم تایید فرمودید.
می نویسند با تشکر از توضیحات با ارزشتون و مردم در ایران خواندم این رو. جناب محسن احمدی رو هم خواندم، علیزاده رو هم خواندم، بهار رو هم خواندم. شارقی میگوید که یک چیز دیگر رو هم در ارتباط با نقش قرآن در زندگی بشر، موضوع آخرت است، اضافه کنید که به بشر هشدار میدهد که قرآن بشیر و نظیر است. نظیر رو با دالزال بنویسید. این ترجمه هایی که اتوماتیک به نظرم از یه زبان دیگه به زبان دیگه ترجمه میکنه گوگل، این اشتباهات رو میکنه. اگه اون طور هست نظیر رو با دالزال بنویسید. خب جناب همایون میگویند که من صدا دارم. جناب عبداللهی احتمالا گیرنده شما اشکال دارد. جناب پدر می نویسند که به او بیان آموخت انسان، سوره رحمان رو می نویسند که قرآن را یاد داد، به خلق انسان را آفرید، به او بیان آموخت و الشمس و القمر رو به حسبان، خورشید و ماه رو بر حسابی روان کرد. این موضوع خیلی مهمی است که شمس در اینجا معنی ستاره های ثابت میده و قمر ستاره های سیار رو، یعنی یونیورس رو به دو بخش تقسیم میکنه. در اینجا برخی از کراتی که نسبت به کراتی دیگه ثابت هستند و کراتی که به هیچ کره ثابت نیستند، یعنی ماه مثلا ماهتاب میگن دیگه برادران افغان ما، در ایران ماه میگن، ها ماهتاب میگن. کره ماه الان اسم رسولی رو من نوشته رسولی رو ناقص خواندم، الان برمیگردم. کره ماه یا کره مهتاب برای هیچ کره ثابت نیست، سیاره نسبت به همه کره ها. ولی کراتی که مثل خورشید، خود خورشید هم یک قمره، برای خورشید و منظومه دیگری که دور او میچرخه، ولی نسبت به زمین، نسبت به ماه، نسبت به منظومه خودش ثابت محسوب میشه. منظور این که در اونجا قرآن دو دسته میکنه کرات رو. یک دسته کراتی هستند که همیشه قمر هستند، کراتی هستند که برای کراتی ثابت هستند، برای کراتی قمر هستند. ولی یه مرتبه یک جمله‌ای که قرآن در اونجا میگذاره میگوید از شمس و القمر و به حسبان. حسبان یعنی کامپیوتیشن، یعنی محاسبه. حساب معنی نمیده، حساب کردن معنی میده. ببینید حساب با حساب کردن دو تا موضوع مختلف هست. یعنی کرات در یونیورس بر اساس محاسبه حرکت میکنند، محاسبه. یعنی تمام این کرات در هم اثر متقابل دارند و در این تقابل برایند نیروهای فیزیکی به وجود میاد که اون برایند در محاسبه نیرو فیزیک نیست، ریاضیه. تفاوت این دوتا با هم اینه که در علم ریاضی شما تالرنس یا ضریب خطا ندارید به هیچ عنوان. علم ریاضی خطا رو نمیپذیره حتی اگر خیلی کوچک باشه، ولی در علم فیزیک بدون خطا نمیتونه زندگی بکنه. یک خطای کوچکی داره، یعنی نمیشه که فرمول های فیزیک رو 100%
صحیح دانست. درش یک درصد خیلی کوچکی از عدم تعادل وجود داره. در علم ریاضی این تالرنس یا این اشتباه وجود نداره و قرآن میگوید که یونیورس و این نیروی مغناطیسی که مدار ایجاد میکنه، که اینها رو توی اون مدار زندانی میکنه، که میگه همینجا باید بچرخی، بیرون نمیشه بری. این برایند نیروها رو قرآن میگوید که بر اساس محاسبه یا بر اساس کامپیوتیشن کار میکنه. من مطلب با ارزشی رو که جناب دوست ارجمند همایون رسولی میخوان آن رسیدم بهش. استاد عزیز، جناب شفیع عیار با اتکا به اسلام تاریخی که پایه منطق و ادعای محدثین است، چنین برداشت ها و استنتاج ها می کند و یا تفسیر بعضی آیات قرآن را از مفسرین و مترجمینی تکرار می کند که در ترجمه آنها اشتباهات سهوی و یا قصدی وجود دارد. اگر چنین نیست، در حدود امکانات برنامه از ایشان دعوت صورت گیرد تا نظرشان را به معارفه بگذاریم تا در رابطه توضیحات بیشتر بدهند و ضمناً به سوالات ما هم پاسخ بدهند. نگاه میکنم که مطالب رو رد کرده بودم، صحبت همایون رو نخواستم که مطلبش رو نیمه کاره بخوانم. جناب سمیر شاهین هستن، در برنامه تشریف دارن، حضورشون رو خوش آمد عرض میکنم. جناب آقا رضا حفیظ الله عالیه با سلام وارد می شود. تشکر می کنم از حضورتون، سلام متقابل دارم. پدر می نویسد که استاد عزیز از بی بی خدیجه قرار شده این یا نشده، چرا نشده با وجودی که زیادترین عمر خود رو با پیامبر گذرانده است. فکر میکنم که از ایشان هم نقل قولهای شده باشه، نه به اون تعداد زیاد، بلی از ایشان هم شده. جناب انجینیر احمد شاه در برنامه تشریف دارن و سپاسگزاری میکنن از حضور همه دوستان جدیدی که منت میگذارن بر ما و مشارکت میکنن. این است که اگر صلاح تشخیص دادید برنامه ها رو شیر بفرمایید که دیگران هم ببینن. جناب بهرام میرزاده، متشابهات که شما توضیح دادید، به فکر من متشابهات فقط ذهنیت انسان هاست که وارد شده، هر دانشمند تفکر خود را توضیح داده. مثل اینکه شعر یک شاعر هر کس به ذهن خود آن را توضیح میدهد. یک اشکالی که در این قانونی که شما به نظرتون میرسه مشکل ایجاد میکنه این است که قرآن به شدت در مورد تفسیر، خوب توجه بفرمایید که چه عرض میکنم، قرآن به شدت در مورد تفسیر مستقیم از متشابهات مخالفت میکنه و به شدت اخطار میکنه و اعلام میکنه، اعلام خطر میکنه که مبادا 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 مستقیم از متشابهات قرآن، بدون اتکا به محکمات قرآن و بدون اتکا به مبانی کتابت قرآن و بدون اتکا به حکمت
و بدون اتکاء به تزکیه، ولی بیشتر بدون اتکاء به کتابت، به ضابطه قانونسازی در قرآن، ضابطه استخراج حکم در قرآن یا شناخت قانون اساسی در قرآن، که بدون اتکاء و بدون وصل کردن استخراج حکم از قانون اساسی قرآن. به طور خلاصه قرآن میگوید که کسانی که مستقیما از متشابهات قرآن استخراج حکم میکنن گمراه میشن. این خیلی خطر بزرگی است که در قرآن تفاوت بین متشابهات خارج از قرآن رو با متشابه ببینید. تمام شعرای ما، شعرای عرفانی ما، بزرگترینشون مثل مولانا، مثل خیام، مثل حافظ، مثل سعدی، مثل صاحب، مثل عطار، اینا که بودن هستن، خیلی هم دیگه، اینا تمام بیانشون متشابهات و از قرآن نشأه گرفتن، متشابهات نوشتن. ولی از متشابهات اینها میشه مستقیما نتیجه گیری کرد بدون اینکه آدم کافر بشه، اما از قرآن نمیشه که مستقیما از متشابهاتش استخراج حکم کرد. متشابهاتش رو باید با محکمات تطبیق کرد که از قانون اساسی قرآن استخراج حکم خارج نشه. این تفاوت رو با هم دارن، ولی دامنه اون زاویه دید نسبت به متشابهات قرآن خیلی میتونه که وسیع باشه، ولی حتما باید که در چارچوب قانون اساسی قرآن یا اون چیزی که قرآن بهش کتاب میگه در اون زمینه باشه. جناب عبدالبهزاد عزیز، صدا و تصویر فوق‌العاده خوب و عالی است. دکتر آریافر می نویسند که آیا هفت شهر عشق عطار، طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرانی و سرگردانی، فقر و فنا لازمه رسیدن به توحید و خدای درون می باشد؟ بنابرای کلام دیگر، آیا می توان به توحید ایمان آورد بدون اینکه لااقل از چهار مرحله اولیه طلب، عشق، معرفت و استغنا عبور کرد؟ یعنی فقط با گفتن شهادتین به خدای یکتا، وحدانیت وجود ایمان آورد؟ خیر، حتما بایستی که اون مراحل طی بشه. ولی یک چیزی رو جناب دکتر آریافر توجه داشته باشید، که ما وقتی به یک چیزی روش نگرش تحلیلی داریم، در تحلیل شما یک علمی رو میآموزید، ولی اون علم اپلیکیشن یا مورد استعمال نداره، یک دانشی به شما میده. شما در عمل اون چرا که در ترکیب، شما مثلا میخواییم دینید مغز آدم چطور کار میکنه، این رو تجزیه میکنید توی آزمایشگاه. یکی که مثلا رفته از این دنیا، مغزش رو هدیه کرده به دانشگاه، تجزیه میکنن دیگه، انقدر نازک میبرن که خیلی دیگه، از زرورق و کاغذ نازک، خیلی نازک، خیلی نازک، با تیغ میبرن مثلا در یک جای بزرگی اینا رو قرار میدن که روی مغز مطالعه بکنن. یک فضایی مثلا 100 متر مربع جا رو میگیره مغز آدم. اون از نقطه نظر مطالعه و تجزیه و تحلیل لازمه، ولی اون مغز آدم نیست. اونطوری مغز کار نمیکنه که. مغز اینطوری کار میکنه که جمع باشه تو کله آدم باشه. یعنی شما تجزیه میکنید، تحلیل میکنید و تعلم میکنید از تحلیل. یعنی علم مغز برای شما قابل حل میشه، ولی اون مغز نیست. البته مغز باید ترکیب بشه، در ترکیب شروع میکنه، موتورش روشن میشه، شروع میکنه کار کردن. این نگرش عطار به موضوع عرفان، عطار شاید که نه مثل مولوی، ولی تا حدودی
تحت تأثیر عرفان تئوری شیخ اکبر ابن عربی است که ابن عربی اولین فیلسوف و حکیم عالم به علم کلام هست که تئوری های تصوف رو پایه‌گذاری کرده و قبل از او عرفان فقط در سلک اهل تصوف به صورت عملی انجام می شده. منظور عطار، البته عطار خیلی کم دنبال تئوری های ابن عربی بوده، این کار در آثار حضرت مولانا به شدت توسعه می گیره و وسعت پیدا می کنه. علا ای حال وقتی که ما به مراحل مختلف تصوف در عرفان نظری نگاه میکنیم، اینا پله های نردبان هایی است که شخص باید از این پله ها بالا بره تا به یک ارتفاع معینی برسه، ولی بسیاری از اوقات هست که ما این کار در تجزیه انجام نمیدیم. یعنی وقتی کسی عشق ورزی میکنه، مراحل عشق ورزی هم یک فراز و فرودی داره، ولی هیچ وقتی کسی از فراز و فرودش آگاه نیست، ولی عملا اون فراز و فرود انجام میشه. یا سعدی میگه وقتی که رفتم از اسرار الهی برای دوستان خبر بیارم از عالم دیگر، و میرفته به اون عالم، ولی میگه هر بار که من به اون عالم میرم وارد اون باغ گل میشم، وارد اون بهشت میشم، وارد اون جنت خدا میشم، به مقامی میرسم که میگه ادخلوا فی جنتی راضیتا مرضیه، وارد شو به بهشت من، در حالی که ما از همدیگه رضایت داریم. بارها رفته به اونجا سعدی، میگه وقتی که وارد میشم به اون جنت، دم در کلید رو از من میگیرن. کلید چی رو میگیرن؟ کلید عقل و هوش رو میگیرن، هیچ چیزی به یادم نیست. حالا در آثار ادبی که بیان میکنه، میگه رفتم اونجا گل چیدم دیگه، صفات ذاتی خدا رو چیدم، توی دامن پر کردم. ما با صفات فاعلی خدا این طرف خط طرف هستیم، نه صفات ذاتی. میگه اینا رو پر کردم توی دامنم، خواستم که بیام اینجا، حالا باید رد عالم خاکی بشم، صفات ذاتی رو وارد عالم خاکی بکنم. میگه وقتی این گلها رو توی دامنم جمع میکردم، از بوی عطر این گلها مست شدم، اون کلید رو، کلید حافظه رو ازم گرفتن و دامنم رها شد و همه این گلها ریخت. اون گلها که ریخت، یعنی در واقع از بهشت آمدم بیرون. حالا به خودم نگاه کردم، دیدم هیچ یادم نیست، نه کلید دستمه، نه حافظه، نه هیچ. اون وقت مردم که منو میبینن میگن سعدی کجا بودی؟ بوی گل میدی، بوی بهشت میدی، بوی خدا میدی، کجا بودی تو؟ یا مولوی وقتی که به خودش حرف میزنه، میگه زهره ندارم که بگویم تو را، بی من بی دل به کجا بودی، دیشب کجا بودی؟ خودش میگه. صبح که میشه، مولوی به خودش که نگاه میکنه، میگه من وحشت میکنم، جرأت ندارم، زهره ندارم که بگویم تو را، بی من بی دل به کجا بودی، دیشب با کی بودی، نمیتونم ازت بپرسم. میگه حتی قدرت شنیدنش رو ندارم که دیشب کجا بودی. به کی میگه؟ به خودش. منظور این که این مراحل مراحلی هستند که قابل تجزیه و تحلیل نیستند، که شما بگید که یک، من الان وارد عالم طلب هستم، دو، وارد عالم شوق هستم، سه، وارد عالم معرفت هستم، چنین هستم، چنان هستم. با وجود یه تقسیم بندی عطار، با وجودی که خب عطار خیلی نزدیک به مولانا بوده اینها، ولی تقسیم بندیشون یکی نیست. یا تقسیم بندی مثلا پیر هرات حاجی عبدالله انصاری 10 مرحله است. تقسیم بندی عطار یا تقسیم بندی
حضرت مولانا هفت مرحله است، یعنی که به اون صورت ریاضی اینها قابل تقسیم نیستند، ولی اینها پله های نردبانی هستند که شما رو به بام معرفت میبره و در مراحلی که شما اینها رو طی میکنید لزوما از این مراتب آگاه نیستید. وقتی شما در طلب هستید خودتون نمیفهمید که در طلب هستید، یا در شوق هستید، یا در ذوق هستید، یا در وصل هستید، یا در عشق هستید. ولی معمولا میگویند که اون مرحله آخر که مرحله حیرانی نیست، مرحله حیرته. یه تفاوت‌های بین حیران یعنی سرگردان، عارف سرگردان نمیشه، عارف مبهوت میشه، مات میشه. مات به معنای اخص کلمه، یعنی هیچ از او نمیآید. میچشم از چشمه لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. باز تقسیم بندی هایی که می کنند گاهی از اوقات عالم حیرت رو قبل از عالم فنا می دانند و مرحله حیرت به فنا می کشه و فنا به بقا می کشه. اینها همه تقسیم بندی هایی است که انجام میشه، ولی منظور من این است که اینها در عمل تحلیلی نیستند، تفهیمی هستند، اینها بیشتر تمرینی هستند. میشه گفت که برای شما انگلیسی زبون ها applied knowledge هستند، اینها یک علم عملی هستند که کار میکنن باهاش. تفکیکش از نقطه نظر تجزیه و تحلیل و علم پیدا کردن، علم تئوری پیدا کردن خوبه، ولی در عمل نمیشه اینها را از هم جدا کرد، قطعش کرد تکه تکه. نمیدونم توانستم که با زبان الکنم این مراحل رو تشریح کرده باشم یا نه، امیدوارم این طور باشه. جناب احمد سمیر: سلام استاد گرامی، آیا در زمینه پاسخ به شبهات هم فعالیت میکنید؟ من اون چیزهایی رو که اسم روش نمیگذارم جناب احمد عزیز، ولی بالاخره در راه دوست داشتن خدا و تلاش در نزدیک شدن به خدا آدم یک چیزهایی به فکرش میرسه دیگه. بدون ادعا اونها رو مطرح میکنیم، حالا یا شبهه رو زیادتر میکنه یا رفع شبهه میکنه، دیگه اون با شنونده است. جناب برکی: با عرض مجدد، من در ذهن من در دهن دروازه قرار دارم، لطفا برایم اگر غایب ننویسید ممنون میشم. شما تازگی‌ها خیلی ساکت هستید آقای برکی. جناب فرید حق پرور می نویسند: فکر کنم بهتر از ختم حکومت های خلفای راشدین حدیث را یزید نوشته تا بتواند اسلام را به شیوه خودشان در جهان معرفی کند. جناب گلزاری می نویسند که به همه صحبت سلام میکنم. جناب رسولی: بعد از سپاس بیکران از ذره نوازی شما، ما هر چه آموختیم نتیجه زحمات بزرگواری شماست. شما خودتون یاد گرفتید، از قرآن یاد گرفتید. خداوند مهربان شما رو که با امکانات محدود مادی و مشکلات صحی اینقدر زحمت میکشید تا ما و همه مردم قرآن را با قرآن یاد بگیریم، صحت کامل و عمر خیلی طولانی نصیب کند. اما هرچه بیشتر با قرآن آشنا شویم و شما بیاموزیم. خدا حافظ و نگهدار شما و همه دوستان ما باشه انشالله. جناب شارقی می نویسند که
من از گوگل جهت تصحیح املا و انشا نوشته های فارسی استفاده نمی کنم. دوری سالهای زیاد از کشور مرا بی سواد ساخته است. چون می دانید خیلی به ندرت مطلبی را به فارسی ضرورت احساس می شود. می فهمم. به هر حال از اشتباه املایی پوزش می طلبم. یک بدهیست جناب شارقی عزیز که ما به ادبیات این زبان داریم، زبانی که به عطر دهان همچون مولوی ها معطر شده و ما به خاطر حفظ اسرار اینها، حفظ آثار اینها، این زبان اینها رو باید خوب ما یاد بگیریم و باید که گاردین و حافظ زبانی باشیم که بزرگان ما به اون زبان صحبت میکردن و بیشتر بزرگان ما زبان رسمیشون زبان دری بوده. دری همونطور که بارها توضیح دادم فارسی کلاسیک رو دری میگویند. وقتی فارسی رو به زبان ادبی، زبان فرمال، زبان رسمی فارسی یا زبان درباری به اصطلاح فارسی دری نام داره، اون زبان رو ما بایستی که حفظ بکنیم و اگر اون زبان حفظ نشه شما یک گنجینه جبران ناپذیر تاریخ رو از بین بردید، برای اینکه آثار این افراد قابل ترجمه نیست و اینها. من همه ترجمه هاشو خوندم، خود منم یک کوره سوادی به انگلیسی کمی بلدم. اصلا ترجمه اینها ترجمه اون نیست. در کشور آذربایجان یک ترجمه ای از اون اثر معروف مولوی که از پدر تقاضا میکنم منتشر بکنن اون رو، آقای سمی یوسف آهنگ و ارکستر رو رهبری کرده، ارکستر بزرگ ملی کشور آذربایجان، نه آذربایجان ایران، کشور آذربایجان، اون رو اجرا کرده. آهنگ و صدا و موزیک و سولفژ و نمیدونم ارکستراسیون و اینها رو شما نگاه میکنید اصلا موی بر اندام انسان میسته، ولی ترجمهش اون زیر به انگلیسی نوشته. اون آهنگ شعر معروف هست آقای پدر، پیر منم جوان منم. یک مرتبه آقای مهندس سلطانی نوشته بودن اتفاقا اون شعر رو، اینها ما غفلت کردیم، حالا نیست اینجا. به هر حال چه ایشان چه شما اگر که اون رو در دسترس دارید و اون رو نگاه بکنید، ولی ما نمیتونیم پخش بکنیم چون کپی رایت داره و ما از فیسبوک و یوتیوب نمیتوانیم اینها رو پخش کنیم، برنامه رو تعطیل میکنن، میبندن سایت رو. ولی توی تلویزیون پیوند هست، یعنی شما توی این برنامه ها نگاه بکنید اون پخش شده. و منظورم اینه که ترجمه ای که میکنن ترجمهش چون اونها فارسی و ترکی با هم میخوانند، ترجمهش زیرش به انگلیسی مینویسه، اصلا حالی نداره. یعنی من خودم به جای یک انگلیسی زبان میذارم اینو میخونم، هیچی نمیفهمم. ما باید خیلی نگهدار و پاسبان زبان مولوی باشیم، زبان حافظ باشیم. یعنی خود ما باید زبان اونها رو یاد بگیریم که مولوی بشیم، حافظ بشیم. اونجوری زبان اینها ترجمه میشه. یعنی ما اندیشه های اینها رو باید بگیریم، در زبان خودمون اون اندیشه ها رو قرار بدیم تا حرکت کنن اینها. و الا اگر ما زبان ندانیم، اون وسیله رو نداشته باشیم، این جواهر گران قیمت تاریخ بشر از بین میره و نباید این طور باشه. از دوستانی که برنامه رو شیر فرمودن صمیمانه سپاسگزارم و
بسیار شادان هستم از اینکه دوستان دو مرتبه جمع شدن و شوق دیدار شما و شوق اینکه با این خورشیدی که مشترک بر ما میتابه و همه ما به اون خورشید نگاه میکنیم و از طریق اون خورشید با هم مرتبط میشیم. این تلفن هایی که با هم کار میکنن، تلفن های دستی، اینا خودشون با هم وصل نیستن، که اینا به ساتلایت وصلن، اون قمر یا ساتلایت یا هرچی که هست، اون اینها همه با اون وصلن. موهای پریشان به یک کاسه سر وصل هستن، بنابراین خود موها با هم در ارتباط نیستن، موها با کاسه سر در ارتباطن، از اون طریق با هم در ارتباط قرار میگیرن. ما به اون ترتیب از طریق خورشیدی به نام قرآن با هم در ارتباط هستیم و خیلی راحت با هم تماس داریم، هم دیگر میبینیم، حس میکنیم و بدون اینکه صورت فیزیکی هم دیگر دیده باشیم، لااقل از یک طرف، این صورت رو در قلبمون میبینیم و این شوق هست که بعد از چندین ساعت کار سخت و واقعا طاقت فرسا و نخوابیدن، ولی شوق دیدار شما اونقدر زیاد هست که گفت درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا را. خوش آمد میگویم به جناب مهندس سلطانی، همینطور به جیمز عزیز، به رامین راشد و جناب جیمز می نویسد که به منده و همسر من اظهار محبت و بنده نوازی می کنند و همینطور به همه همکلاسی های محترم عزیز و بینندگان عزیز این برنامه و توفیق و ارتقای همه شما رو، هم ایشان هم من، از خدا آرزو میکنم. تشکر میکنم از سرکار فرحناز عزیز، بسیار بسیار عزیز، از بانوی عارف و بسیار فهیم ما. تشکر میکنم فرحناز عزیز. پیر منم، جوان منم، تیر منم، کمان منم، یار مگو که من منم، من نمنم، نه من منم، یار تو توی و من منم، من نمنم، نه من منم، عاشق زار او منم، بیدل و یار او منم، یار و نگار او منم، خونچه و خار او منم، لال اوزار او منم، چاره کار او منم، بر سر دار او منم، من نمنم، نه من منم. و فکر میکنم که فقط از نقطه نظر این که حالا شیطنت کوچکی هم شده باشه، در اینجا ما فکر میکنم که از نظر قواعد و قوانین یوتیوب، اگر که ما یک برنامه ای رو صداش رو از یک جایی میشنویم و مستقیما عکس و صدا رو پخش نمی کنیم، مثلا شما یک جایی رد میشید، صدای از میکنم که سمی یوسف رو میشنوید و این صدا رو پخش میکنید و منظور شما این نیست که صدا رو پخش بکنید، ولی خب دارید رد میشید تو خیابون، ضبط صوت دستتونه، یک جایی هم این صدا پخش میشه و مجبورید که شما صدا رو پخش بکنید. دو سه لحظه فقط
شما این آهنگ رو بشنوید که اگر تو یوتیوب دنبالش گشتید بدانید که کدام عرض میکنم که آهنگ است و استفاده بکنید. که همین آهنگ مطمئن باشید که همین آهنگ است. خب من مشغول هستم که این آهنگ رو برای شما بیارم. خیلی لحظات کوتاه این کار میکنم و بعد میبندم دو مرتبه که دچار کاپی رایت نشیم. فقط آهنگ رو بشنوید و همین رو روی یوتیوب پیدا بکنید. چرخچی خواهد من نسل غالی که جهان من به جهان اصل بازم کنگر نامکان من کنگر مکان اصل بازم زمه بردم گرنش بردم چار نبنج و شش بردم صورت گل بیانیم چونکی بیان اصل بازم میکنم که این نسخه ای که ما پخش کردیم البته زیرنویس انگلیسی نداشت، حالا آمادگی قبلی هم نداشتیم، ولی به هر حال آقای پدر مثل اینکه این لینک رو گذاشتن در اینجا، به هر حال ببینید. و خود آهنگ بسیار بسیار آهنگ جالبیه و فقط منظورم این بود که این زبان رو حفظ بکنیم، چه زبان اصلی ما باشه چه نباشه، این زبانی است که در واقع خزینه های جاودان و جبران نشدنیه هستی بشر در اینها گذاشته شده و کسانی که هزار سال استنباط قرآن و تجربه قرآنی بزرگان ما که قرآن آموختن و استنباط های خودشون را از قرآن بیان کردن در این آثار دیده میشه. امروز برنامه حالت غیر معمول و غیر طبیعی داره. علتش هم این است که ما بسیار امروز فوق‌العاده خسته هستم، ولی خوشحالم که دستگاه ها بالاخره به کار افتاد و آماده هستیم که در خدمت شما عزیزان باش. دقایق کوتاهی به تنفس میپردازیم. به دوستانتون توصیه بکنید که به این برنامه ملحق بشن
و این برنامه رو ببینن. جناب رامین راشد برنامه را در چند گروه مذهبی فیسبوکی شیر کردم، ممکن است اشخاص اینجا بیننده برای اولین بار باشند. بسیار کار مفیدی انجام دادید و امیدوارم که توفیق حق یارتون باشه. دقایق بسیار کوتاهی، یکی دو دقیقه به تنفس میپردازیم، باز میگردیم با شما خواهیم با ما باشید.